دریافت حقوقهای بالا بود، نهادهای عمومی بود، شرکت‌های نهادهای عمومی بود، همه اینا مکلف شدن هیئت امنه هاشون در چارچوب‌هایی که سازمان مدیریت ما باید تفاهم بکنه، جناب آقای انصاری باید تفاهم بکنن، داره میاد اونجا تصمیم میشه. قبلا اینا میتونستن خودشون تصمیم بگیرن، الان داره میاد اونجا و از این ما تخطی نخواهیم کرد. چارچوب‌ها و صف‌ها در اونجا مشخص میشه در بخش دولتی که به طور کلی خارج از قواعد و چارچوب اصلا امکان پرداختی وجود نداره. امکان پرداخت بیشتر در بخش شرکت‌ها بود، در بخشی از شرکت‌هایی که بیشتر به نهادهای عمومی بود. از اینجا هم ما مطمئن هستیم با کنترل‌هایی که داره صورت می‌گیره جلوگیری بکنیم. در گذشته هم بود. ببینید برخی مواقع شما تو وقتی دولت بزرگ هست، شرکت‌های متعددی در نه مستقیم زیر نظر دولت، در سازمان‌های تابع، در نهادهای عمومی مثل سازمان‌های بیمه، شرکت‌های زیادی وجود دارن، زیر مجموعه بانک‌ها شرکت‌های زیادی وجود داره. این هم زایده این دولت نیست. من از همینجا از سوال آقای عراقی می‌خوام استفاده بکنم. اتفاقاً این دولت دولتی که خصوصی سازی خصوصی شده ها رو مجدد داره دنبال می‌کنه، ایراداتش هم برطرف میکنه، ایرادایی میگرفتن راجع به فروش پوسته یا مسائل دیگه. در گام‌های بعدی خصوصی‌سازی ما به سمت واگذاری صندلی هم خواهیم رفت، عضویت مدیرها واگذار خواهد شد، به سمت سهامداری تا بنگاهداری حرکت خواهد شد. اون نواقص هم داریم برطرف میکنیم. اتفاقا دولت داره تو این زمین خودش کوچیک میکنه. اما در جایی حالا دولتی که سالهای سال واگذاری ها صورت گرفته، از خلأ نظارتی یک مدیری استفاده کرده، یک عددی رو گرفته، نمیشه تعمیم داد و یک عدد رو به عنوان یک شاخص بیان کرد و تعمیم داد. بعضا هم با قوانین جاری خودشون در اون روز ممکن بوده یک سازگاری داشته باشه، ولی قطعا ما در این زمینه طوری حرکت خواهیم کرد که انشالله این اتفاق رخ نده. ضمن اینکه